سلام سلام دوستان عزیز، صبحتان بخیر. همونطور که دیدین ساعت 7 صبح هست، یعنی 7 صبح بود. آلی یک نیم ساعت تر شده بخاطر که من رفتم دوش گرفتم، یک کمکی صورت من تر و تازه تر کردم، آمدم که بگم دوستان امروز با من همراه باشید. دارم میرم به دیدن و ملاقات یک دوست. داشتم خودم اینجا به اصطلاح آرایش میکردم، آماده میشدم، گفتم بیام یک کمک متفاوتتر همینجا اول صبحی با شما یک سلام علیکی داشته باشم. همراه باشید با ما. به صرف صبحانه هست این دعوتی که داریم. دوست ما یک مدتی نبود، مسافرت بود، حالی که برگشته میخواییم که هم دیگر به صرف صبحانه در یک رستوران ببینیم و قصه ها داشته باشیم. خلاصه با ما همراه باشین. بخاطر چی از این رستوران و صبحانه میخواییم بر شما ویدیو جور کنم؟ میتونه یک ایده خوبی هم برای شما باشه و این رستوران رو براتون معرفی کنم. باشین دیگه، کل گپای رستوران و توضیحات رستوران عالی برای شما نمیتونم که در جریان ویدیو هم شما با ما باشین و ویدیو رو تا آخر ببینید. خلاصه قراره که دما خیلی خوش بگذره. کار آرایشم تمام نشده، یکان کار دیگه هم مانده، برم یک کار دیگه هم انجام بدم. برم ساعت 9 صبح ما در همون رستوران قرار داریم، ولی تقریبا 7:30 یا 7:40 دقیقه هست دیگه، کم کم حاضر شم. راه خیلی طولانی نیست برای من، میتونم خود پونکلیش برسانم دیگه. برم کارهای باقی مانده آرایشم هم انجام بدم. همین. عزیزان، حالی که در آرایش میکنم یک چند تا نکته ای که خودم یاد دارم. البته کار من کارهای بیوتی و آرایشی نیست، ولی خب تجربه ثابت کرده که ریمیلتان یکی دوبار پشت سر هم بزنید، بانین خشک شوه، باز دوباره از اول بزنید، باعث میشه که پرتر و پرپشتر معلوم شوه و بهتر استاد میشه همون زمانی که ترس، یعنی هی پشت سر هم نزنید. و این هم این روزیم که در اینستاگرام دوستان خیلی در مورد رنگش و شمارش پرسان کردن. مال مارک هدا بیوتی هست، شماره 0562. دیگه بله دوستان، پیش از اینکه روژ لبتان بزنین حتما برق لب بزنید. مثل به نظر من حکم همی ضد آفتاب زیر کرم پودر داره، باعث میشه لبایتان چرتر و نرمتر شوه و روژ لبی که میزنید بهتر روی لبتان استاد شوه. بله دوستان، ایم از آرایش ما که تقریبا خلاص شد. و در آخر اینجا هم یک چل دیگه که بعد از اینکه روژ دادین همراه یک دستمال کاغذی یا پت رنگ تیز روژ را بگیرین. حاضر شدم دوستای عزیز، دیگه تمیه کافیه، دیگه بسه، دیگه مقبول شدم. دیگه برم حاضر شمم، دیگه کالای ما بپوشم، بریم که سرم وقت نشه. ای هم لباسایی که من قرار است امروز بپوشم دوستان. من یک عادت خوب میتونم بگم دارم، یه که جایی که میروم لباسای من از قبل آماده میذارم که روزی که میروم دنبالش نگردم. میخوایم که این ژاکت بلنده در سر از این پیرانم بپوشم که سردم نشه. من واقعا یکی از کسایی هستم که طرفدار پیرانه بلند هستم. پیران و دیگه چیزایش و ای که میخواستم بهتون نشون بدم، میتونم بگم ساپورت. دوستان نگاه کنید، ساپورت دبل است رنگ پا. من از بودنی خریدم، کسایی که در هامبورگ هستن خیلی پرسیده بودن که تو رو یخ نمیکنه، فکر کرده بودن که این جوراب است. نه دوستان، جوراب نیست، پشمیست، زمستانی است، گرمه و خیلی هم نرمه. هم از کالای ما بریم که دیگه بپوشیم، حاضر شم و بریم. عزیزان، من حاضر شدم دیگه کم کم بریم که سر ساعت برسیم، دوستم اونجا منتظر من نباشه. باشه دیگه بابا. بریم عزیزان، بیای بیرون، خیلی مقبول بود، گفتم حیفه برای شما هم یک کم بگیرم. بریم. من این شکمویی که همیشه ساعت 7 صبح میخورم الان ساعت 8 صبحانه نخوردم، چون قرار ما یک وعده صبحانه هست که با هم باشیم. گفتم گوشنه برم حداقل اونجا بتونم خوب بخورم و
از غذاها لذت ببرم، ببخشید از صبحانه ها لذت ببرم. عزیزان شما هم از این کارا بکنید، یگان دفعه خودتانه به یک رستورانی، یک جایی دعوت کنید که حسابی دهتان خوش بگذارد. دنیا دو روزه، یک روزش هم امروزه. خاطره های خوب خوب برای خودتان بسازید، مادی هم نبود معنوی باشه، چه اشکالی داره. همونطور که گفتم هوا واقعا عالی بود و من دوست داشتم از همون مسیری که رسیدم تا جای رستوران بر شما فیلم بگیرم و به دور تون برم. بله، هامبورگیا میدونن اینجا کجاست. اینجا سنتر بلیشتت هست که یک سنتری هست که میتونم بگم اکثر مهاجرایی که اینجا هستن میدونن که کجا هست. خیلی از فروشگاه ها و دیگه خیلی از فروشگاه ها اینجا هست، از لباس، پوشاک، مواد غذایی، حتی یوروشاپ داره، مکدونات داره، دیگه براتون بگم کافی شاپ داره و در این وسط بازاره که روز میوه تازه داره. خلاصه همه اینها هست. کسایی که بلیشتت دیدن و میشناسن کجاست که خب برایشان یک مروری بر خاطرات میشه، این پریمارک معروف. بریم دیگه دوستان، همون تو مستقیم آمده میریم. اینجا هم خب دو گلاس داریم، از پله ها تا شویم بریم طبقه پایین که ما میخواییم از سنتر خارج شویم. از در ورودی سالن وارد شدیم و آلی آمده پایین از همین قسمت یوروشاپ و همچنین در مکدونات هم در این سمت راست هست. از اینجا خارج میشین که برسیم به مقصد ما و به رستوران. همه تو از دست راستتان گرفته برید دوستان، از او دروازه مکدونات هم میشه خارج شد، از این دروازه که مغازه کلسوم هست هم میشه از اونجا هم خارج شد. همه تو را را گرفتم میر دم و از این سراحی که پارکینگ هست هم تر میشین. این مغازه سوپرمارکت مواد غذایی ترکاره که دیدید در کنارش اسمش هست میرم رستوران. ما رسیدیم دوستان. با اجازه صاحب رستوران گفتم میتونم تا همیار خلوت هست یکمکی از داخل رستوران فیلم بگیرم و واقعا استقبال کردن و گفتن چرا که نه. خب برشان هم تبلیغ میشه و هم به نفعشان هست. همین اول که وارد میشن قسمت غذاهای گرمشان هست، دونر و کباب یا حالا هر غذای دیگه ای. برای ما که میخواییم بریم صبحانه بخوریم میریم پایین تر که اینجا قسمت چای و کافه و شیر و بله قسمت خوشمزش. فعلا بریم یک گوشه بشینیم و نمای داخل این قسمتش هم برای شما نشان بتم. او طرف بر کسایی که سیگار میکشن میخواین در فضای آزاد بشینن، مخصوصا در هوای تابستان بسیار یک جای خوبیه. و این طرف هم یک گوشه‌ای که دنجتر هست، از سر صدا و هیاهوی آشپزخانه دورتر هستی، اینجا میتونی بیایی. ما همینجا بشینم بخیر تا که دوستم بیایه و خوب شد که من کمی زودتر رسیدم. در این فاصله من هم تانستم بر شما یک کمکی فیلم و ویدیو بگیرم. عزیزان قسمت های جالب و دیدنی داخل رستوران واقعا خیلی زیاد بود، از تابلوها و قاب عکسایی که زده بودن، از طراحی روی دیواری که استفاده کرده بودن، ای آینایی که دریچه داشت به اصطلاح دروازه داشت. خیلی ایده خوبی بود. این دیوارهای آجوری واقعا مقبوله، مخصوصا برای رستوران.
یا این سردرایشان که به حالت گنبدی هست. از هرچیشان بگم کم گفتم خلاصه. جای فوق العاده دنج و مقبولیه. حتما همراه دوست، فامیل، نامزد، همسر، اولاد بیاین. حتما برای خودتون یک روز مقبوله بسازیم. خوش نه. بیا دیگه. همه اینا وسوسه انگیزم. شبیه پراته خود مایا. وای زیتون، بچه ها زیتون. اینجا هم سرویس بهداشتیش قشنگه، حتی سرویس بهداشتیش هم قشنگه. دوستان، دوست من رسید که خوشمزه ها طلب شد. اینجا بریم شروع کنیم. آدم میوانه که از که بردارم آزم رو کشتاش دیگم. خیلی چشمک میزنه از درد. بسم الله بگو. بسم الله برم گلنگی یک دانم پراتا برداریم فعلا. دیگم پنیرهای ترکی اینجا فکر میکنم پوستای رستوران ترکی هست درست هست. یه دانم پنیر برداریم، پنیر شور. مطمئن باشید که من از همه اینا یک امتحان میکنم. دوره شما یکم با کلاس بازی در بیارم، یک ذره کم کم بردارم، جامان میایم. یک چیز دیگه دوستان، این رستوران برای صبحانه از ساعت 7 صبح تا ساعت 1 هست. فقط صبحانه 15 یورو میدید. هر چقدر که دلت شد میای اینجا میخوری تا 1 بجا. اگه دوست داشتی میتونی اینجا بشینی. از صبح بیا خوردا برو تا 1 بجا. تمیز دین، تمیز دین. خودت هم میبینید دیگه با کلاس لاکچری. و برای غذای معمولی ناهار و شام از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 2 شب هم اینجا باز هست. دونر دارن، غذا دارن. بیاین خودتان ببینید بیشتر. خب دیگه چی برداریم؟ زیتون. قیمت رو پرسیدیم؟ آره قیمت رو پرسیدم. 15 یورو. 15.99 هست. هر چقدر که صبح نخوردم. برای اینکه زیتون حلال بشه ما از همه چی میخوریم. دیگه چی برداریم؟ ما باید ندارم دیگه. باز اونجا که ما از اون دیتان نشان میکنم. دوست من نمیخوام خسته کنم به چرا از خاطر من تست از آمده. باشن کردیم ما دیگه. با چایی و یک آمکی از اینا شروع کنیم تا مراحل بعدی. دوست مثلا کچقه کمک گرفته؟ یعنی چی؟ عزیزان جای تن خالی خیلی داره پشمون داره. من لوکیشن اینجا را هم برای تان میمونم. حتما همراه فامیل و دوستای تان بیاییم. دوستان خودتان ببینید دیگه از تمیزی کارشان، از مرتب بودنشان، از پرسنلشان، پرسنل خدماتیشان. واقعا همه چی عالی بود. یک چند تا عکس هم از دکورش برای شما میمانم. دوستان این سالون یا این رستوران هست، شما حتی میتونید برای مجالستان هم رزرو کنید، مثلا برای تولد، برای عروسی. حتی عکاس هم خودشان دارن. خلاصه گفتم برایتان بگم حتما در اینجا بیاین، لحظاتتان لذت ببرید و شادیاتتان اینجا تجلیل کنید. بله دوستان دیگه بس است بخور بخور. ما دیگه برآمدیم از رستوران، گفتیم حالی که در سنتر بلیشتیت هستیم یک چرخی هم با دوستیم بزنیم دیگه. باز کم کم بریم طرف خانه. بخیر. بله میبینید دیگه که مغازه ها باز شده. او هیاهو شلوغی بیرون نشان میده که مردم آمدن و خریداری شروع شده.
و اینجا در این فروشگاه که آمدیم خیلی تخفیفایی که از بیرون سرخ میزد توجه ما را جلب کرد، گفتم بریم ببینیم که داخلش چه خبره. خوبه؟ تخفیف داره، عالی. خونه دار بچه دار، ظرف زنبیل تو بیا، زنبیل بردار بیاری. خیلی بهتره، خیلی هم قیمتش مناسب، عالی. خوبه، بخرم 100%. نصیب نصیب خور میخورم، ما که قصد خرید نداشتم، ولی خب قیمت کافشن هم مناسب بود و لازم داشتم یک کافشن سیاه، دیگه گفتم این را بخرم. هیچ وقت نمیتونم با این کافشن ها کنار بیام. خوشحاله. عزیزان، ایم از ولاک و گردش و ملاقات دوستانه ما. امیدوارم خوشتان آمده باشه، از دیدن ویدیو لذت برده باشید. همین دیگه دوستان، فقط ای که لایک و سابسکرایب و حمایت یادتان نره. منتظر نظر و پیشنهادات شما هم هستم. ایده برای ویدیوهای بعدی هم اگه دارید برید دو دیده بنویسید حتما، چرا که نه. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.